شروع شده. این داریم آزمایش میکنیم. یوتیوب اجازه نمیده که هوریزنتال لایو بذاریم. میگه اول ضبط کنید بعد بفرستید. اینا هر روز یه تو شیراز میگفتن یه تئاتری در میارن. همون تئاتر بود. تئاتر. یه تئاتری در میارن. در هر صورت چیزی به خصوصی نبود. فقط گفتیم بیان یه کمی راجع به اوضاع و احوال صحبت کنیم و همونجوری که دوستان میبینن این آقای بایدن هم واقعا هم به دلیل پیری هم به دلیل اینکه خیلی گرفتار آمریکا. آمریکا الان مسئله مهاجرا رو داره که هر روزی 10,000 نفر نمیدونم ماهی 10,000 نفر همین جوری دارن میان سرازیر شدن و مدرسه ها رو تعطیل میکنن. به بچه ها میگن از خونه درس بخونین که اینها توی مدرسه باشن گرم باشن چون نیویورک الان خیلی سرده و اینها و مسائل خیلی زیاده. امروز راجع به خودکشی جوانان صحبت میکرد که اینها چون از خانواده هاشون جدا هستن به خاطر همش با تلفن و اینها هستن برای خودشون یه خانواده درست کردن که این خانواده مجازی سایبره روی اینترنته و گاهی وقتا اونجا گول میخورن فریب میخورن کارهای انجام میدن که حتی خودشون هم بعدا پشیمون میشن. یکی از اونها ماشین دزدیه. سال گذشته گفت 1,000 تا ماشین توی این منطقه دزدیده شده. نه دزدیده شده که برن بفروشنش، دزدیده میشه که برن یه جایی پارکش کنن برن باهاش عکس بگیرن باهاش فیلم بگیرن به دوستاشون نشون بدن برای خودشون یه اعتباری کسب کنن توی اون به اصطلاح گروهی که هستن. خب امروز روز چهارشنبه است، آخرین روز ماه ژانویه 2024. حتما شما هم از تعطیل شدن تلویزیون من و تو با خبر هستین. چه اوضاعی در آوردن، چه ننه من غریبم بازی برای خودشون، این اونو مهمون میکنه، اون میاد تو برنامه اون گریه میکنه، اون زاری میکنه. والا من نمیدونم اینا همشون هم جوونن. این احمقا باید یاد گرفته باشن. مخصوصا اینا تو انگلستان زندگی میکنن. آمریکا، انگلستان، کشورهای اروپایی و غربی یه بیزینس باز میشه، فردا بسته میشه و این گریه و زاری ها رو نداره. حالا اینا که 1,001 سوال پاسخ نداده شده هم به اصطلاح دوربرش میچرخیده. اون آقای کیوان عباسی هم میاد با یک حالتی موش از اینجا شونه کرده آورده اینجا هم زده اینجا، منو نمیدونم همسرم اینجوری فداکاری کردیم اینجوری از جان گذشتیم. آقا چه از جان گذشتگی، یه نفر اومده یه پولی بهتون داده، اونم امیدوار بوده که شماها یه کاری کنید حکومت ایران عوض بشه، شما به خاطر اون کردیت و اعتبار بعد از این گلیم یک نمدی هم برای خودتون یا از این نمد یک کلاهی هم برای خودتون، یه سری گلیم بردارن یه سری هم کلاه برای خودشون. در صورت حالا تلویزیون من تو هم بسته بشه ببینیم مردم هم از ایران وای شما برین چی میشه، هیچی نمیشه. مگه تلویزیون آزادی بسته نشد؟ مگه NITV بسته نشد؟ مگه 10 تای دیگرش بسته نشد؟ خلاصه یکی از دوستان لطف کرده از خلیج فارس یه مبلغ قابل توجهی برای من فرستاده. ایشون همیشه که نه، چند سال که ما با هم آشنا شدیم لطف کرده، حمایت کرده، خودشون چندین برنامه در تلویزیون مردم گذاشتن و خیلی دوستان میگفتن این برنامه ها بهتر از برنامه های احمقانه سیاسیه و امیدوارم به زودی باز ایشون برای ما حتی اگه نمیخوان به صورت ویدیو باشه به صورت آدیو یک برنامه های بفرستن تا منم پست کنم. ما حدود 25,000 نفر این ور اون ور داریم. اگه صدامون در نمیاد برای که یه آدمی هستیم، کاسب کار نیستیم. من بارها حتی به همسرم گفتم من اگه قرار بود کاسب باشم باور کن به ماه اول نمیرسید، مغازه رو میبستم میرفتم. به همین خاطر بوده که از اول زندگیم رفتم دنبال معلمی و بعد شغلایی که
به مردم کار من مربوط نبود، چشمم به دست مردم نبود. در صورت دوستان امیدوارم که این تلویزیون مردم با مدیریت جدید، حالا یه روزی هم با مدیر جدید تلویزیون مردم صحبت میکنیم، اونم خیلی آدم خاکی به قول آمریکایی‌ها down to earth، و امیدوارم شما هم حمایت کنید و ایشون موفق باشه. در هر صورت گفتم یه چند دقیقه با شما باشم، هدف اصلیم این بود که حقیقتاً تشکر کنم از اون دوستی که حمایت کرد و من دیروز رفتم و اون پول رو دریافت کردم و از این بابت خیلی ممنون و متشکر هستم. برای ایشون هم نوشتم به امید دیدار، حالا یا اینجا یا تو یکی از این کشورهای خلیج فارس. روز روزگار بر شما خوش.